این هفته رفع خستگی با گوی پیشگو، باقلوا باقلوام سفارش بده. سر زدن به گوگل. Playing click from BBC Persian YouTube channel. Alexa, turn off the bar lights. و سوء استفاده هایی که از دستیارهای هوشمند میشه کرد. سلام رایان. خوش اومدی نیما. روزت چطور بود؟ افتضاح. روز داغونی بود. چه بد. حموم رو برات آماده میکنم. و از روی فهرست خالتور خودت برات آهنگ میذارم. پیغامی، پسخامی، چیزی که مهم باشه نداشتم. 17,000 تا توییت داری. 16 تا ایمیل. و 105 خبر جعلی. بینشون چیزی هست که مهم باشه؟ رئیست ایمیل زده و پرسیده که آیا میتونه امشب برای شام بیاد پیشت؟ چیزی واسه خوردن تو خونه داریم رایان؟ داخل یخچال میرزا قاسمی و زیتون پرورده داریم و یکم آش انار که برای 4 نفر کافیه. فر رو هم دارم داغ میکنم واسه مرغ شکم پر. نون سنگک رو هم سفارش دادم که پیک موتوری ساعت 7 تحویلت میده. باقلوا باقلوام سفارش بده. باشه، سفارش دادم. برات درخواست عضویت بدم برای باشگاه ورزشی. ساکت رایان. بس. روزی میرسه که ما یک دستیار هوشمند شخصی در کنار خودمون داشته باشیم که بتونیم باهاش صحبت کنیم. دستیاری که ما رو خوب بشناسه، درست مثل کاری که رایان داشت نشون میداد. ممنون رایان. خواهش میکنم. البته ما هنوز به اون مقطع نرسیدیم، ولی تو اون مسیر در حال حرکتیم. Siri, tell me the weather. اون چه که در ابتدا از گوشیامون در قالب چیزهایی مثل سیری، کورتانا و اوکی، گوگل سر در آوردن، الان میتونن خونه‌ها و خودروهامون رو کنترل کنن. اکوی آمازون پیشرو این جریان بود و به تازگی پای گوگل هوم به بریتانیا وا شد. اوکی گوگل، Sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday from Google. Happy birthday to you. خب این که ما یک دستیار شخصی هوشمند داشته باشیم که هرچی که ازش درخواست داریم بهمون جواب میده و همیشه گوشش شنوای این درخواست هاست، چیز خیلی خوبی. اما نکته اینجاست که هرچی بیشتر ازش استفاده بکنیم، اعتمادمون نسبت بهش بیشتر میشه و این میتونه مشکل ساز بشه. Okay Google, is Obama planning a coup? According to secrets of the Fed. به عنوان مثال روری کفلن جونز، گزارشگر فناوری بی بی سی، اخیراً تو کار روزانه‌اش متوجه شد که همیشه نمیشه به حرف اونا اعتماد کرد. Obama may in fact be planning a communist coup d'état at the end of his term in 2016. علت این بود که اون خبر جلی به طور اتفاقی به اولین نتیجه جستجوی اون پرسش خاص تبدیل شده بود. در ادامه مهناز فرهمن رفته دنبال عواقب احتمالی دیگه‌ای که زندگی با اینجور دستگاه‌ها میتونن برای ما رقم بزنن. همینطور که روش کنترل وسایلمون داره از صفحه گوشی به سمت استفاده از صدامون میره، کسایی که فناوری تشخیص صدا رو فراهم میکنن با چالش‌های بیشتر و بیشتری روبرو میشن. اینجا بلوروم بی بی سیه، جایی که بی بی سی فناوری‌های جدیدی که به بازار میان رو توش امتحان میکنه و حالا دارن عملکرد دستیارهای صوتی رو بررسی میکنن. الکسا، قطار بعدی به مقصد منچستر کی میاد؟ Sorry, I didn't understand the question I heard. If you have to find out when... در حال حاضر اگه بخواید زمان رسیدن قطار بعدی به منچستر رو بدونین، باید بهش بگین که اپ مربوط به شرکت قطار رو باز کن. بعدش بگین که بهم بگو که قطار بعدی به منچستر کی میاد و بعدش هم باید چند تا مرحله دیگر رو طی کنین تا کارتون انجام شه. این راه طبیعیش نیست، چون مجبورین کلی مراحل اضافه رو به خاطر بسپارین.
اما برای سرویس های دارای پیش‌فرض کار راحته. مثلا اینکه بگین یه آهنگ واسم پخش کن، با یه اپ از پیش مشخص شده این کارو فوراً انجام میده. یا اگه دنبال جدیدترین اخبار باشین هم به همین ترتیب تکلیفش مشخصه. اما برای امور دیگه کار خیلی سخت میشه. این ایراد بزرگیه که در این مقطع باهاش مواجهیم. همین نقطه ضعف معطوف به نتایج جستجو هم میشه. وقتی خودتون چیزی رو روی اینترنت جستجو میکنید، چند تا وبسایت در جواب میبینید، اما با دستیار صوتی فقط یه جواب وجود داره. Okay Google. How far is the moon? اگه سوالتون فقط یک جواب داشته باشه مشکلی نیست و این دقیقاً همون چیزیه که سازنده ها این دستگاه ها پوزش رو میدن. The moon is 384,400 kilometers from Earth. زمانی قضیه به مشکل میخوره که به دنبال محصول یا خدماتی مشخص باشین. اینجاست که برای هر کسی این سوال مطرح میشه که چطوری به بالای لیست نتیجه جستجوها برسن. در واقع چجوری میتونن با گوگل و آمازون کار کنن که اون رتبه رو به دست بیارن و دستیارهای صوتی پیشنهادشون بدن. اینجوری دنیا به آخر نمیرسه، اما بازار رقابتی به آخر عمرش میرسه. آریل ازراچی از استادا و اندیشمندای دانشگاه آکسفورد میگه خرید با این دستیارها عواقب منفیش کم نیست. Let's shift from an online environment. بیان یه لحظه از محیط آنلاین فاصله بگیریم و صرفاً بریم سراغ دستیار دیجیتالی که با صداتون فعال میشه. شما فقط یه قدم فاصله دارین با اینکه بتونین دنبال گزینه‌های دیگه‌ای هم برای خریدتون بگردین یا بتونین چک کنین که واقعاً به بهترین قیمت بازار خرید کردین. اما وقتی به دستیارتون میگین که جنسی رو آنلاین براتون سفارش بده، پیش خودتون فرض میکنین که دستیار مربوطه هوای شما رو داره و بهترین قیمت رو براتون پیدا میکنه، در حالی که احتمالش هست که برعکس در خدمت ارائه کننده محصول باشه نه شما. در حال حاضر پیش فرض اولیه ما اینه که قیمتی که میپردازیم رقابتیه، در حالی که این مدت هاست حقیقت نداره. برای مثال این یه چیزیه که داره کم کم از بین میره، خرید در بازار یا مغازه، جایی که قیمت برای همه یکیه. ولی این نظریه وجود داره که وقتی دستیارا و دستگاه‌های دیجیتال دیگه صاحبشون رو بشناسن، قیمتی متناسب با شرایط مالی اون فرد بهش ارائه میدن و این یعنی کالا بسته به خریدارش به قیمت‌های مختلف فروش میره. رفتیم سراغ گوگل تا تحتوی این داستانو در بیاریم. اول ازشون پرسیدم آیا شرکت‌ها باید هزینه کنن که در صدر نتایج جستجو ظاهر بشن تا بعدش دستیار شخصی گوگل به خریدارا توصیه‌شون کنه؟ ما واقعاً می‌خوایم مطمئن شیم که تمرکز اصلیمون روی بهبود تجربه خرید مصرف کننده باشه. انجام کاری مثل این چیزی که گفتین قطعاً کمکی به مشتریان ما نمی‌کنه. به همین خاطر تمرکز ما صرفاً و صرفاً بر خواسته مصرف کننده است. آمازون هم از اون ور به ما در یک ایمیل گفت امکانات بالقوه گسترده‌ای در این عرصه وجود داره. وظیفه ما اینه که به نمایندگی از مشتری دست به نوآوری بزنیم و بعدش اجازه بدیم خود مشتری تصمیم بگیره. اما شاید بیشترین استفاده‌ای که افراد از این وسایل به اصطلاح دستیار خونگی بکنن به کار بردنشون برای کنترل وسایل و دستگاه‌های داخل خونه باشه. Alexa, turn on the bar lights. Okay. وقت تلفن جواب دادن الان ندارم. البته این دستگاه‌های دستیار شخصی نهایتاً میتونن به جای شما تماس‌ها رو جواب بدن و پیغام براتون بگیرن. یه جورایی منشی خودتون رو خواهید داشت. در مورد کنترل کردن وسایل خونه هم خب خیلی چیز خوبیه، اما تک تک این وسایل رو، یعنی شما باید مدل جدید بگیرین که به اینترنت خونه متصل میشه و به دستیار شخصیتون. برای مثال خود همین چراغا که با کمک دستیار شخصی خاموش و روشن میشن، هر کدومشون حدود 60 دلار قیمتشونه و این یعنی باید تلویزیون، فر و کلی وسایل دیگر رو جدید بکنید. البته واقعا خوشاینده که یکی دیگه براتون کارتون انجام بده. الکسا، turn off the bar lights. Okay. چی بود اسمش؟ الکسا
Turn on the bar lights. Okay. Alexa, turn on the microwave. حالا هم خبیم بی توجه کنی؟ Alexa, unlock the front door. نه ترسید منم. اون تماس تلفنی در واقع ساختگی بود برای اینکه می‌خواستیم بهتون نشون بدیم که چه امکانات خطرناکی رو این وسایل دستیار خانگی میتونن فراهم بکنن و افرادی میتونن سوء استفاده بکنن یا هکش بکنن. وقتی که ما با آمازون تماس گرفتیم به ما گفتش که به دلایل امنیتی در واقع این امکان باز کردن در خونه توسط دستیارها رو فعلا مسدود کردن، اما همین حرفشون نشون میده که یه جورایی اعتراف کردن که در زمینه ایمنی و امنیت این دستگاه‌ها هنوز کار زیاد هست که انجام بشه. این هفته رئیس تسلا دوباره از تونل حرف زد. او شبکه زیرزمینی پیشنهاد کرد که در اون خودروها میتونن با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت روی یک اسکیت الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگه برن. این هفته همینطور مایکروسافت از سرفس جدید که یک لپتاپ رونمایی کرد، خدمات واتساپ برای چند ساعت در گوشه و کنار دنیا از کار افتاد و حساب بانکی مشتریان شرکت اوتو در آلمان بعد از هک شدن سیستم مخابراتی موبایل SS7 خالی شدند. سال پیش از نقطه ضعف امنیتی SS7 گفته بودیم. سریع‌ترین دوربین در سوئد طراحی شد. محققین دانشگاه لوند دوربینی طراحی کردند که میتونه در ثانیه 5 تریلیون عکس ثبت کنه، در حالی که رکورد دوربین‌های دیگه 100 هزار تا عکس در ثانیه است. کاری که این دوربین انجام میده اینه که به جای دونه دونه عکس گرفتن، چندین تصویر کد شده رو یک جا ثبت میکنه و بعد به صورت ویدیو اونها رو کنار هم میچینه. از این فناوری میشه در تصویربرداری از فعالیت مغز یا فعل و انفعالات شیمیایی استفاده کرد، چیزی که در حال حاضر ویدیو گرفتن ازش غیر ممکنه. و در آخر این ربات شترمرغی میتونه تا سرعت 16 کیلومتر بر ساعت بدوه و طوری طراحی شده که بتونه بدون نیاز به هیچ گونه حسگر یا پردازش کامپیوتری همواره تعادلش رو حفظ کنه. یه موتور پاهای ربات رو با حرکات مشابه دویدن به جلو میرونه و هر بار مقاومتی جلوش باشه نیروی بیشتری وارد میکنه. نگاش کنین، انگار واقعا عقل و هوش داره. آمازون اکو، گوگل هوم و شاید هم حتی یک روز رایان. کاملا واضحه که خیزش دستیاران دیجیتال قریب الوقوعه. تلاش همه این دستیارهای شخصی اینه که یک هوش مصنوعی چند منظوره یا به اصطلاح فنیش هوریزونتال ای آی باشن، کاری که واقعا سخته. برای اینکه برای پوشش موضوعات مختلف و انجام وظایف متفاوت لازم که خیلی چیزا بدونید. بذارید یک مثال بزنم. رایان به عادل بگو فردا بعد از سفرم با قطار از دفتر باهاش تماس میگیرم. در ابتدا تلاش میکنه که بفهمه چی گفتم. بعد واژه‌های مهم رو بیرون میکشه. بعدش به مرحله استدلال بر پایه ساختار متن میرسیم. لازمه که تقویمم رو پیمایش کنه، زمان سفرم و جدول زمانی قطار رو در بیاره و متوجه بشه که منظورم از عادل اون عادلی که همکاره، نه حداد عادل یا عادل فردوسی پور. در نهایت لازمه که اقدام درست به عمل بیاد. در این مورد اینطوری میشه که تنظیم کنه رأس ساعت 10:20 دقیقه با عادل تماس گرفته بشه. پرسش اینجاست که آیا این هوش مصنوعی های چند منظوری هوریزنتال قادر به انجام کار به بهترین نحو هستند یا شاید بهتره که از هوش مصنوعی تک منظوری یا ورتیکال استفاده کنیم. هوش مصنوعی که هر کدومشون یک کار خاص رو انجام میدن. XAI یکی از شرکت هایی که به این روی کرد معتقده و ما قرار ملاقاتی داشتیم با رئیس این شرکت که البته تنظیم زمانش از طریق منشیش اندرو انجام شد. ما چندین ایمیل با اندرو رد و بدل کردیم. تازه بعد از پنجمین پیام بود که متوجه شدیم هوش مصنوعی در واقع یک AI متخصص که کارش تنظیم وقت ملاقات و کارای اینطوریه و باید بگم که تواناییش در درک و تفسیر پیامایی که بهش دادیم برای تغییر زمان ملاقات واقعا عالی بود. و در نهایت صحبت کردیم با کسی که یکی دو سال پیش اندرو رو اختراع کرده. تصوری که ما داریم اینه که در آینده نزدیک
AI‌های کلی و همه منظوره فراهم کننده بستری برای AI‌های تخصصی خواهند شد. امثال سیری، الکسا، کورتانا و غیره امکان اینو خواهند داشت که صرفاً سوالات ساده رو پاسخ بدن. اما در این حال بستری خواهند شد برای ستاپ کردن AI‌های ورتیکال یا به عبارتی آرایه‌ای از انواع مختلف هوش مصنوعی تک منظوره که فقط یک کار خاص رو انجام میدن، منتها به بهترین نحو ممکن. فکر میکنم چیزی که قرار اتفاق بیفته اینه که شما به تعداد خیلی زیادی از این AI های ورتیکال دسترسی خواهید داشت. بنابراین سیری و کورتانا رو کماکان به عنوان بهترین دوستانمون خواهیم داشت و اونها هم متوجه این موضوع خواهند بود که به فرض شما 13 مأمور متخصص رو برای انجام یه سری از کارهای مد نظرتون تعیین کردید. این چیزی که به نظرم پیش از این هم دیدیم. الان در بازار هزار جور موبایل پیدا میشه که کارکردهاشون با هم فرق داره و دلیلش هم نیازهای متفاوتیه که من و شما داریم. فکر کنم عین همین وضعیت در مورد دستیارهای هوشمند هم به وجود بیاد. در همین مدت همکار ما دیویدی در سان فرانسیسکو مشغول یه زندگی واقعا هوشمند بود. دما رو رو 72 درجه تنظیم کن. کیوبیک AI خودش رو یه چیزی مثل یه سرپیش خدمت دیجیتال وفادار در خونتون میدونه. کنترل صوتیش از طریق یک اپ اندروید انجام میشه و سازنده‌هاش از نحوه درک و فهم اون از حرف‌های شما به خودشون میبالن. چراغ اتاق نشیمن رو روشن کن. قرمزش کن. معمولاً وقتی دستگاه‌های مختلف از برندهای جور و جور و تولید کننده‌های متفاوت داریم، هر کدومشون اپ خودشونو دارن و خیلی اعصاب خرد کنه که دم به دقیقه بخواین از این اپ بپرین تو اون یکی اپ. این اپ امکان کنترل دستگاه‌های خونگی معروف رو تو خودش جا داده، از دوربین و ترموستات نست گرفته تا لامپ‌های هیو فلیپس. ولی مثل بیشتر دستیارای خونه هوشمند، دستوراتش هنوز خیلی ساده‌ن. In the future we'll add scenes. در آینده ما صحنه پردازی رو هم اضافه می‌کنیم، طوری که وقتی صبح بیدار بشین فقط با گفتن یه صبح بخیر حرارت در شرایط دلخواه شما تنظیم و چراغ‌ها هم در بعضی نقاط روشن بشه. این دستیارهای خونگی هنوز خیلی دمدمی مزاجن، یه گیروگورایی دارن و یه جاهایی هم بدجوری رو اعصاب میرن، ولی در حال پیشرفت و تبدیل شدن به ابزاری مفید هستن. چالش بعدی بردن اون دستیارا به بیرون از خونه است. فورد اخیراً این مرکز پژوهشی رو در سیلیکون ولی افتتاح کرد و یکی از پروژه‌های اصلیش تلفیق دستیارای دیجیتال با جدیدترین ماشیناشه. این کمپانی مدتیه که در حال کار با آمازونه تا دستیارش الکسا رو به کار بگیره. الکسا از فورد موبایلم بپرس وضع فشار هوای لاستیکام در چه حالیه؟ Your vehicle's tire pressure is not currently showing any warnings. چیز به درد بخوریه، اما فایده واقعیش زمانی میتونه باشه که بتونید خود ماشین رو کنترل کنید. اگه شده که دم صبح سوار ماشین بشین و تا لحظه گرم شدن روی صندلی‌های یخ‌زده بیت بیت بلرزید، ممکنه قدر این یکی رو بدونید. از فورد موبایلم بخوا که ماشینم رو روشن کنه. اوکی، سی یور پین. کد من چیه؟ 5678. سندینگ استارت کامند تو یور کار. ماشین اون بیرونه و قاعدتاً باید الان خب البته شاید موتورش پرپرش نباشه، ولی قطعاً در حال حاضر این باحال‌ترین کاریه که میتونید با این تکنولوژی انجام بدین. توی جاده و خیابون دستیار میتونه کارهای معمول داخل ماشین رو راحت‌تر و به قولی هندزفری‌تر کنه. اینجا رو که فشار بدم. الکسا ادامه اودیوبوکم رو بخون. اینطوری میتونم کتاب از همون جایی که در خونه تمومش کرده بودم ادامه بدم. الکسا نزدیکترین کافه رو پیدا کن. تلفیق دستیار و خودرو با مزه است، ولی چیز تمام و کمالی نیست. الکسا هنوز هم همونقدر مشکلات داره که دستیارهای دیگه دارن. یعنی به جای اینکه بتونید راحت باش حرف بزنید، درگیریتون این میشه که چه کلماتی استفاده کنید تا بتونید اطلاعات مورد نظرتون رو بگیرید.
در حال رانندگی چنین چیزی میتونه خیلی حواس پرت کن باشه. الکسا یک سیستم تشخیص زبان طبیعیه و اون چه که میگین رو متوجه میشه، مستقل از اینکه چطوری بگینش. فکر میکنم اینطوری مردم به جای اینکه حواسشون به مسیر و جاده باشه، همش درگیر اینن که الان الکسا داره به چی فکر میکنه. انتظار ما به عنوان یه راننده اینه که بتونیم هر چه امن‌تر رانندگی کنیم. پس درستش اینه که دستای راننده همیشه روی فرمون و چشماش هم رو به جاده باشه. پس اگه واسه کسب اطلاعات و یا سرگرم شدن بتونین از صدا و کلامتون استفاده کنین، قطعاً چنین چیزی امن‌ترین شیوه برقراری ارتباط با ماشینه. گیم‌ها تو دهه 1980 یکم متفاوت به نظر می‌اومدن. نه خبری از صدای دالبی 5.1 بود، نه سرشار از هزار جور افکت و نورپردازی آنچنانی بودن و در اکثر موارد هم گرافیک 3D نداشتن. و راستش ذهنیت ها هم در اون دوره نسبت به گیم ها چندان مساعد نبود. برای من گیم های اسپورت شاید انزجارآورترین جنبه استفاده از کامپیوتر باشه. اینو ببینین، مثلا ورزش دهگانه است. راستش انجام ورزش دهگانه روی یه کومودور، اونم با جنبوندن یه جویستیک، قطعا جایگزینی برای بیرون رفتن و ورزش در هوای تازه نمیتونه باشه. هرچند یه ژانر خاصی از گیما بود به نام تکست ادونچر که گرافیک و صدا در اونا اهمیتی نداشت. همونطور که از نامش مشخصه، در اون گیما تنها چیزی که میدیدین یه تصویر 8 بیت بود و بعضی وقتا صرفاً یه صفحه سیاه با یه کرسر سفید چشمک زن واسه تایپ. اون صفحه به خودی خودش دریچه‌ای بود برای ورود به دنیای بی انتهای تصورات. در دوره‌ای که قدرت پردازش کامپیوترها محدود بود، بازی‌های تکست ادونچر با معماها و پازل‌هایی که خیلی‌هاشون باید با تایپ دستورالعمل‌ها حل می‌شدن، پلیئرها رو به قدر کافی مشغول می‌کردن. اما دلیلی که الان دارم خودم و شما رو به این سفر در زیر سطح 32 کیلوبایت حافظه می‌برم، گیمیه که دارم روی این بازی می‌کنم، آمازون اکو، و عنوانش منو یاد اون تکست ادونچرهای قدیمی می‌ندازه. Leading you through the abbess approaches one of the sisters. حالا ممکنه فکر کنین که بازی کردن یه گیم رو یکی از اینا مثل اینه که بخواین با مایکروفرتون گیم بازی کنین، چون که اکو تصویری نداره که بخواد نشون بده و تنها راهی هم که میشه باهاش ارتباط برقرار کرد دستورات صوتیه. اما این دقیقاً همون چیزیه که من دنبالشم، این که بفهمم چنین گیمی چطور کار میکنه. رونسکیپ رو اجرا کن. You take the role of an investigator who has been tasked to help solve a mystery set in the medieval abbey of St. Elspeth. So, the story is about the Ripper, an assassin demon. پلیئر باید معمای یک قتل رو در فضای فانتزی حل کنه. شیوه اجرای این گیم مثل اینه که یه آدیو بوک اینتراکتیو در حال پخش باشه. یکم دیالوگ میشنویم، بعدش منتظر پاسخ میمونه. I need you to investigate, for I fear the killer may still be in the abbey. The abbess waits for your question. Do you ask about the murder, or why she's sad? در کمال شگفتی، این شیوه از ارتباط کاملا توجه شما را معطوف به خودش میکنه و باید گفت که شیوه آرامش بخشی واسه اجرای گیم. البته اگه شنیدن چنین چیزی نره رو اعصابتون. Sorry, that is not a valid command. که راستش زیادم میشنویش. Would you like to talk to the abbess now? صحبت کن باش. Sorry, that is not a valid command. Go to the abbess. برو پیشش. Sorry. Talk to the صحبت کن باش. Sorry. Tell me who is. بهم بگو قاتل کیه. Sorry, that is not a valid command. با پیش رفتن بازی تو زمانی که گیم صحبت شما رو نمیفهمه، کل حس و حال و جوش میتونه لوس بشه. و خب راستش وقتی تنها روش بازی کردن یه گیم صحبت کردن باهاش باشه، این مشکل چیز کمی نیست. Sorry, that is not a valid command. The abbess leads you through the abbey towards the infirmary. Around you, the life of worship seems to be continuing unabated in spite of a lingering threat. When it does work. هرچند وقتی درست کار کنه، رونسکیپ روی اکو تفریح بامزه‌ایه و آدم رو غرق خودش میکنه. و در این حال اشاره‌ای هم هست به پتانسیل این دستگاه‌ها برای چیزایی مثل گفتن وضع هوا یا تعریف جوکای بیمزه. رونسکیپ رو میشه از طریق بخش سکیلز در داخل اپ الکسا دریافت کرد. I've got a sick bay filled with headaches. How are you?
موقعی که در پیشتازان فضا یک دستگاه سکاری تشخیص پزشکی به نام ترایکوردر نشون داده میشد، چیزی بود که به حوزه داستان‌های علمی تخیلی تعلق داشت. ولی 50 سال بعد این رویا داره به واقعیت میپیونده. هفته بعد به بررسی دستگاهی که برنده یک جایزه 10 میلیون دلاری شده و پیشتازان فضا رو به دنیای واقعی آورده میپردازیم. چالش‌های این کار چی بودن؟ طراحی و ساخت یک ترایکوردر که بتونه به دقت 13 مورد از علایم حیاتی رو بسنجه و در لحظه ثبتشون کنه. و معناش اینه که دیگه نیازی نیست برای موارد غیر ضروری دکتر بریم. ما متوجه شدیم که روال تشخیص بیماری چه شکلیه، حداقل به شیوهی که من انجامش میدم، و سیستمی رو با توجه به اون دریافتمون ساختیم. این وسیله مثل اونی که در سری پیشتازان فضا هست یه دستگاه تکی نیست، باید با یه تبلت باش کار کرد و تا زمانی که به دستگاه جمع‌جور رو مثل این برسیم باید قطعاتی رو بهش وصل کرد تا توسط اونا مثلا کاربر راهنمایی بشه که به صدای نفسش گوش بده. داشتن این نوع دستگاه در خونه واقعا مثل اینه که یه درمانگاه دم دستتون داشته باشید. پس اگه نیمه های شب متوجه شدید که بچه‌تون مریضه یا حال خودتون خوش نیست، اولین توقفگاهتون اونه. در نظام بهداشت و سلامت یه انقلاب در حال وقوعه. این از اون دستگاهاییه که قراره به مردم امکان بده از خودشون مراقبت کنن. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click از طریق یوتیوب BBC فارسی این برنامه و برنامه‌های پیشین رو تماشا کنید. با ما همراه باشید از طریق ایمیل persianclick@bbc.co.uk، از روی توییتر با شناسه @persianclick و از طریق صفحه facebook.com/persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد و موضوعاتی نو، بدرود و خدا نگهدار.